با اینکه در دو سال اخیر برگزاری آیین چهارشنبه سوری با سختگیری کمتری روبرو بود، اما در پی وقایع بعد از انتخابات در 24 ساعت گذشته تهران و شهرهای دیگر شاهد حضور ماموران انتظامی و امنیتی در سطح شهر بودند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. صدای ترقه و برپایی آتش در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها خبر از برگزاری آیین چهارشنبه سوری در ایران می‌دهد. اما گویا حکومت ایران چندان مایل به برگزاری این مراسم از سوی مردم نیست. تهران از دیروز ساعت 2 ظهر مملو از نیروهای امنیتی بود. گارده ضد شورش اکثر جاها تمرکز پیدا کردن، مخصوصا جاهایی که عبور و مرور بیشتر هستش، میادین اصلی مثل میدان هفته تیر، تجریش، پارک وی، و کاملا کنترل میشه همه جا. از ساعت 10 دیشب هم خیلی جاها ایست بازرسی بوده، خصوصا مناطق غربی تهران. در دهه اول پس از انقلاب برگزاری آیین چهارشنبه سوری با ممانعت چندانی روبرو نبود، اما از سال 73 که این روز با سالمرگ یکی از ائمه شیعه همزمان شد، آیت الله خامنه ای عملا برگزاری آن را ممنوع اعلام کرد. به همین دلیل در یک دهه پس از آن روز چهارشنبه سوری به کارزار میان جوانان خواهان برگزاری این آیین و ماموران حکومتی تبدیل شد. البته در چند سال اخیر حکومت تلاش داشته به گفته خود با فرهنگ سازی چالش های این شب را به کمترین حد ممکن برساند، اما وقایع بعد از انتخابات سال 88 بار دیگر موجب شده تا حکومت به فکر برخورد شدید با حاضران در این مراسم باشد. آیت الله خامنه‌ای در فتوایی برگزاری چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی عنوان کرده و در مقابل میرحسین موسوی در بیانیه اخیر خود چهارشنبه سوری را روز قیام نور علیه تاریکی دانسته است. در چنین شرایطی نیروهای انتظامی و امنیتی به صدور دستورالعمل‌هایی برای روز و شب سه‌شنبه پرداختند. از ساعت 2 امروز ظهر همه پاساژا و پمپ بنزین موظف بودن که تعطیل کنن، و اینکه از نیروی انتظامی هم اعلام کرده که از 12 شب به بعد با کسانی که در سطح شهر باشن برخورد میکنه. با اینکه نیروی انتظامی با صدور بخشنامه‌هایی عملاً فضای حکومت نظامی را تدارک دیده، اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی شب بر حضور حاضران در این مراسم افزوده می‌شود. این منطقه رودکی الان شلوغه، هم قسمت بالا که هست از بالا تا پایین کلا نیروهای یگان ویژه سپاه و نیروهای اطلاعاتی کلا واستادن، اما مثلا به صورت بقیه‌اش به صورت نامحسن یه تعداد هم که هستن کلا منطقه رو اشغال کردن. هر یه سر و صداها و شلوغی‌هایی داره میاد، حالا ما منتظر هستیم ببینیم چی میشه. الان سر و صدا رگی بشنوین، هنوز سر و صدا هست و بچه‌ها به صورت پراکنده دارن کارشون انجام میدن. صدا و سیمای ایران در 2 روز اخیر از پخش 11 فیلم مطرح سینمای جهان خبر داده تا به این ترتیب مردم از رفتن به خیابان‌ها در شب چهارشنبه سوری منصرف شوند.